بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان خب همونطور که احتمالاً مطلع شدید اسقاطیلی ها به بندر هدیده یمن حمله کردند و ادعا کردند که دوازده تا جنگنده اف سی و اومده این عملیات رو انجام داد و برگشته خب اولین سوالی که تو ذهن میاد اینه که اسقاطیلی ها چی شد که به یمن حمله کردن؟ نزدیک به نه ماه ده ماه از طوفان الاقصا گذشته یمنی ها هر جوری که تونستن به اسقاطیلیا ضربه زدن یعنی کشتیهایی که اسقاطیلی بوده اومده ردشه از خلیج عدن و دریای سرخ رو زدن کشتی های آمریکایی کشتی های انگلیسی و هر کشتی با هر ملیتی به مقصد اسقاطیل رو زدن یعنی پله پله اومدن جلو اما اسقاطیلی ها هیچ عکس عملی نداشتن چی شد بعد از حمله پهبادی به تل‌آویو؟ اینا تصمیم گرفتن که بیان پاسخ بدن خب اولین دلیلش خدشدار شدن اون حیمنه پوشالی اسقاطیلی هاست تو برنامه قبلی اگر خاطرتون باشه گفتم اینها مزیتشون نیروی هواییه وقتی یه پهبادی بیش از 2000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه و از تمام رینگ های پدافندی خود اسقاطیلی ها ببین ما با سعودی و اردن و مصر و اینا اصلا کاری نداریم با ناوهای آمریکایی که در منطقه مستقرن میتونستن رهگیری کنن نتونستن با اینا هیچ کاری نداریم از دو سه لایه پدافندی ها عبور میکنه میاد تو یافا به هدفش میخوره اونم نزدیکی سفارت آمریکا این یه پیام داشت برای اسکاتیل و آمریکا که تو برنامه قبلی کامل بهش پرداختیم اما اگر اسکاتیلی ها برای حفظ آبروی نداشته خودشون اقدامی رو انجام نمیدادن شهروندان اسکاتیلی دیگه هیچ امید و انگیزه برای موندن تو سرزمین های اشغالی نداشتن تو شروع طوفان الاقصا هم بهتون گفتم گفتم این راکت هایی که حماس داره میزنه اولین ثمرش تولید ناامنیه یعنی با تولید ناامنی برای شهروندان اسقاطیلی کاری میکنه که اینها سرزمین های اشغالی رو ترک کنن و بزنن به چاک این برای رژیم کودکش خیلی سنگینه بنابراین باید پاسخ یمنی ها رو میداد ولو اینکه با یک اقدامات نمایشی حالا چه اتفاقی داره میفته بیایید برگردیم عقبتر یه مقدار اوضاع رو به این شکل رسد کنیم اسقاطیل در قزه داره جنایاتی رو مرتکب میشه در رفع همینطور حالا زمزمه هایی به گوش میرسه که میخواد به لبنان حمله کنه حزب الله فشارها رو زیاد کرده شمال سرزمین های اشغالی رو زیر ضربه برده تجهیزات ها رو از بین برده یمنی ها هم در جنوب ایلات رو تعطیل کردن محور مقاومت عراق هم داره بنادری رو میزنه که وصل به مدیترانه یعنی همون جایی که یمنی ها وعده داده بودن مدیترانه رو هم ناامن خواهند کرد چون بعد از اینکه خلیج عدن و دریای سرخ ناامن میشه اسکاتیلیا مجبورن بیان از دماغه امیدنیک دور بزنن کل آفریقا رو دور بزنن بیان وارد دریای مدیترانه بشن و بعد کشتی ها اینجا به مقاصد خودشون برسن یعنی یک پروسه طولانی و گران قیمت برای حمل و نقل کالا تا اینجا ها به یمنی ها هیچ کاری ندارن اما زمانی که قرار شده به حزب الله حمله بکنن حزب الله هم فشارها رو زیاد کرده اولا که از غزه نمیخواد کوتاه بیاد چون اگر کوتاه بیاد شهروندان اسقاطیلی دوباره مثل هم یعنی که ما با شما صحبت میکنم ریختن بیرون میریختن بیرون میگفتن آقا پس چی شد غزه رو ول نمیکنه که بگه درگیر جنگی از این طرف باید یه پاسخ به لبنان بده حزب الله داره میزنه و اینا دارن نگاه میکنن برای ساکت کردن شهروندان اسقاطیلی هم که شده باید حرکتی کنه خب رسیدن به جایی که حمله قریب الوقوعه یعنی باید لبنان رو بزنن در کنار اینکه حزب الله داره فشارهای زیادی میاره یهو یمنی ها با یک پهباد میان تلاویو رو میزنن یعنی چی یعنی همونطور که حزب الله حواس ها رو از غزه پرت میکنه به سمت خودش معطوف میکنه این بار یمنی ها این کارو میکنن برای جلوگیری از حملات گسترده به حزب الله ببین همه اینا به غزه برمیگرده ها یعنی تمام محور مقاومت فشار رو داره روی اسقاطیلی ها زیاد میکنه که غزه از زیر بار فشار بیاد بیرون حالا که تصمیم گرفته شده بعد از اون یه مثلا نیم نگاهی هم به حزب الله داشته باشن مقاومت یمن انصار الله میاد با یک پهباد 2000 کیلومتر رو طی میکنه میرسه به تل تو برنامه قبلی اگر خاطرتون باشه گفتم که این پهباد از مسیر دریای سرخ عبور کرده که امروز دیدم الجزیره یه گزارشی رو منتشر کرد دقیقا همین رو اشاره کرد که آقا این پهپاد از دریای سرخ عبور کرده پدافند عربستان اینجا هیچ غلطی نتونسته بکنه حتی وارد صحرای سینا شده و بعد وارد مدیترانه میشه و میره به هدفش هم اصابت میکنه حالا ها برای اینکه به هر حال این آبروی نداشته رو حفظ بکنن مدعی میشن که آقا با دوازده تا جنگنده اف 35 اومدیم بندر هدیده رو زدیم یمنی ها چیزی برای از دست دادن ندارند. دقت بکنید یمن 8 سال درگیر جنگ فرسایشی و طولانی مدتی با سعودی ها و اماراتی ها بوده به پشتوانه حمایت آمریکایی ها و الان چیزی برای از دست دادن نداره یک ملت مقاوم و شجاع غیرتمند که حالا از غذا قوی ترم شدن یعنی به لحاظ تجهیزات نظامی که الان یمنی ها در اختیار دارن قابل قیاس با یمن مثلا 2015 نیست اینکه اسقاطیلیا با اون دبدب دب و کبکبه خودشون با اون ادعاهایی که دارن مثلا فرض بگیریم که این دوازده تا جنگنده اف سی و هم هست درست هم است. اومده رسیده به یمن و یک اقداماتی رو در بندر هدیده انجام داده این اصلا افتخار نداره این مایه ننگ برای اسقاطیلیا و البته تکرارش خیلی پرهزینه یعنی شما حساب بکن یک مسافتی رو بخواد بیاد دوباره در اینجا اقداماتی رو انجام بده این در حالیه که یمنی ها باید پدافندشون قوی بشه اون اتاق فکری که سوری ها رو قوی میکنه در بحث پدافند هوایی همون اتاق فکر حواسش به یمن هم بوده که اگر روزی روزگاری بخواد اینجا اتفاقاتی بیفته چون مزیت اسخاتیلیا گفتیم دیگه مزیتشون چی بود مزیتشون همین نیروی هوایی اگر اون نیروی هوایی بخواد اینجا اقداماتی رو انجام بده قطعا یمن هم مجهز خواهد شد اما این اقدامات یعنی تکرار این حملات هوایی از اسقاطیل به یمن اولا پرهزینه است دو من رو میبره بالا چون هر لحظه ممکنه که یمنی ها بخوان سعودی ها رو بزنن چون اولا خود سعودی ها شیطنت های تو این چند مدت اخیر داشتن دو من هم در طوفان الاقصا هم در وعده صادق خصوصا به اسقاطیلیا کمک کردن و الان با چراغ سبز اون هاست که میتونن بیان این مسیر رو طی بکنن پس هر لحظه ممکنه که یمنی ها سعودی ها رو گوشمالی بدن و این هزینه رو برای ها بالا میبره ریسکش خیلی بالاست که بخواد دوباره همین جنایت رو مرتکب بشه این مسیر رو طی کنه بیاد به سمت یمن اما یه نیم نگاهی هم باید به این منطقه داشته باشیم منطقه که قبلا صحبت کردیم شمال سومالی هست و حتی جیبوتی پایگاهی که اینها در جیبوتی دارن ممکنه از اینجا شیطنتهایی مرتکب بشن و پایگاه بربره البته یک پایگاه دیگه ای هم دارن منطقه مراتب این فاصله دوره یکی بوساسوه اینجا این منطقه که اینجا حتی اومدن یک باند فرودگاهی هم اینها ایجاد کرده بودن که من قبلا نشون دادم اونتا الان دیگه نمیخوام برنامه زیاد طولانی بشه یه پایگاهشون اینجاست که با اماراتی ها این رو مشترکن هم بوساسو هم بربره اینها رو مشترکن ایجاد کردن برای کنترل خلیج عدن که تا این لحظه موفق نبودن یعنی در بحث کشتیرانی و حوزه دریایی اینا نتونستن جلوی یمنی ها رو بگیرن و اقداماتی که یمن برای ضربه زدن به کشتی های اسکاتیلیا به مقصد اسکاتیلداش داشت رو اینجا نتونستن خونسا کنن اما برای بحث هواییشون که جنگندهایی بخواد بلند شه سوختگیری کنه یا کمکی از این مناطق بشه به هیچ عنوان منتفی نیست بنابراین یمنی ها باید حواسشون به بوساسو خصوصا بربره باشه که از اینجا نتونن ضرباتی بزنن و از اون طرف جیبوتی، اریتره و حتی اتیوپی پس ریسک حضور دوباره جنگنده های اسقاطیلی در مسیر دریای سرخ بسیار بالاست یمنی ها برای این تدابیری خواهند داشت و از اون طرف وعده صادق دوی میتواند محقق شود یعنی چی؟ یعنی یمنی ها همونطور که ما در حمله به اسقاطیل دیویس سی پهباد رو همزمان روانه کردیم به سمت اینها ممکنه که هر لحظه یمنی ها هم همین کار رو بکنن با توجه به اینکه از بندر ایلات رد شدن به فرودگاه رامون رسیدن و اینجا میتونه برای نیروگاه های رژیم اشغالگر قدس خطرناک باشه چون هرچی شما تنش ها رو سطحش رو بالاتر ببرید طرف مقابلت هم دقیقا همین کار رو میکنه اگر بنا باشه اهداف غیر نظامی زده بشه در یمن یمنی ها هم ممکنه سویش بکنن به سمت اینکه بخوان نیروگاه ها و مراکز حساس اسقاطلی ها رو ببرن زیر ضربه که اگر این اتفاق بیفته تقریبا میشه گفت که فاتحه اسقاطلی ها خونده است به این دلیل که یمن و انصار الله متفاوت از قزه و حماسه حتی من میتونم به شما بگم در این بره از حزب الله لبنان هم میتونه خطرناکتر باشه برای اسکاتیلیا اصلا برای همین بود که در این ده ماه گذشته اسکاتیلیا کمتر به یمن میپرداختن و کار تا جایی پیش رفت که اینها از آمریکایی ها کمک گرفتن یک ائتلافی تشکیل بدن که بتونن یمنی ها رو در مبدع کنترل کنن دقت کنید چی میگم در مبدع حملات یعنی حملات که از یمن داره میشه حالا که یمن تونسته حملات پهبادی به عمق سرزمین های اشکالی در پایتخت در تلاویر داشته باشه این اوضاع رو برای اسقاطلی بسیار بسیار پیچیده کرده و این نگرانی و وحشتی که در یک روز میان پاسخ میدن به اصطلاح خودشون حاکی از ضعف اسقاطلی تو این زمین است چون یمنی ها به نوعی دست گذاشتن روی نقطه قوتشون وقتی دست میذارن روی نقطه قوتشون یا نیروی هوایی ارتش اسقاطیل هست و اون رو به چالش میکشن اسقاطیلیا به شدت احساس خطر میکنن برای همین هست که شما میبینید مستقیم میان پاسخ میدن و گردن میگیرن حالا هر لحظه باید منتظر اقدامات سنگینتر تر یمنی ها باشیم حتی سعودی ها در تیررس یمنی ها هستند به خاطر اون شیطنت هایی که در چند روزه گذشته داشتن و به خاطر حسابی که اسقاطیلا روی سعودی ها باز خواهند کرد اون پیمان صلح ابراهیم که خاطرتون هست به نوعی بعد از طوفان الاقصی دود شد رفت رو هوا اون کریدور عرب مدی که قرار بود هند رو بیاد به اسقاطیل وز کنه از اونجا بره به اروپا خب اونم تقریبا رفته رو هوا یعنی تمام طرح و برنامه هایی که اینها داشتن یمن به هم ریخته یمنی که در این مدت در برابر عبرقدرت های دنیا وایستاده ناوهاشون ناوچه‌هاشون نیروی دریاییشون اعتلافهای چندگانشون همه رو وردن پای کار اما حریف یمن نشدن حالا که اسقاطیل میخواد شیطنت بیشتری رو مرتکب بشه یمن میاد تیری رو به قلب تلاویف شلیک میکنه این پهباد یه دونه پهباد بوده اما چنان صدادار بوده که اینها مجبور شدن بیان عملیات رو که مثلا پاسخ به یمنی ها بوده انجام بدن در این بره جمهوری اسلامی قطعا به یمن کمک های بیشتری خواهد کرد به خاطر اینکه وقتی بحث حمله به حزب الله میشه جمهوری اسلامی میاد پشت کار میگه ما هستیم وقتی یمن داره کمک میکنه که فشار از رو دوش حزب الله برداشته بشه حملاتی متوجه لبنان نباشد قطعا جمهوری اسلامی به یمن کمک خواهد کرد و در حوزه پدافندی باید تقویت بشه یمن هرچند گفتم یمنی ها چیزی برای از دست دادن ندارن در این برهه اما برای دفع حملات ناجوان مردانه اونها چون همین الان تو این حملات 80 نفر مجروح شدن بنابراین برای دفع این حملات ناجوان مردانه باید پدافند یمنی ها قوی بشه در کنارش ضرباتی که به اسقاطیل خواهد زد آبروی نداشته اونها رو بیش از پیش خواهد برد باید ببینیم که آمریکایی ها تو این مرحله چه اقداماتی رو انجام خواهند داد چون آمریکایی ها برای کنترل یمنی ها تقریبا میشه گفت شکست خوردن از اون طرف منافع خودشون هم در منطقه در خطر هست که اگر این جنگ شعله ور بشود در حوزه انرژی اتفاقات عجیب و غریبی خواهد افتاد با توجه به اینکه یمنی ها هم نیم نگاهی به آرامکوهای عربستان خواهد داشت بالاخره اهدافی مثل آرامکو در عربستان وجود داره که زیر ضربه بره تنش ها بالاتر و بالاتر بره برخی کشورهای منطقه ماستا رو کیسه خواهند کرد و این به هیچ عنوان به نفع دنیا نیست و آمریکایی این رو خوب میدونن به خاطر همین هست که زیاد نمیتونن اینجا مانور جدی بدن یمنی ها دستشون روی ماشه است و این نشون میده که معادلات جهانی عوض شده باید ببینیم که یمنی ها در پاسخ چه اقداماتی انجام خواهند داد حدس این هست که حملات سنگین تر خواهد شد به خاطر اینکه حزب الله داره فشار میاره و اسقاطیلیا توان درگیری در دو جبه رو هرگز نخواهند داشت الان باید حواسش به یمنی ها باشه در یک آماده باش کامل ارتش اسقاطیل چون میدونه که هر لحظه یمنی ها پاسخ خواهند داد و پاسخشون شدیدتر از قبل خواهد بود بنابراین الان اسقاطیل در یک مخمسه و در یک فشار بسیار بسیار مضاعفی قرار گرفته که اصلا قزه دیگه کم کم باید کم رنگ بشه براشون چون اقداماتی رو داره انجام میده که هم حزب الله و هم انصارالله فشارها رو باید بیشتر بکنن اگر بیشتر نکنن غزه بیشتر و بیشتر آسیب خواهد دید امیدوارم که خداوند به رزمندگان محور مقاومت توان مضاعف بده و به ما توان مضاعف بده که بتونیم این زحماتشون رو جبران بکنیم در حوزه رسانه اطلاع رسانی بکنیم روحیه بدیم بهشون و از اونها حمایت و پشتیبانی بکنیم که انشالله بتونن این جرسومه فساد رو این قده سرطانی رو از منطقه محف بکنن یا علی التماس دعا خدا